سلام رفقا، دمتون گرم که ویدیو رو تماشا میکنید. توی این ویدیو قبله میکروفون رود ویدیو مایک انتیجی رو آنباکس بکنیم و من داستان رو روایت بکنم که چرا از میکروفون استفاده نمیکردم. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. دمتون گرم که من رو روایت میکنید. ازتون خواهش میکنم که چنل من رو سابسکرایب بکنید و حتما کامنت بذارید. میدونم این ویدیو بیشتر از هر ویدیو دیگه کامنت داشته باشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ آنباکس ویدیو میک انتیجی رود، میخوام یه تشکر خیلی ویژه بکنم از اسپانسر این ویدیو، پارسکنان. سایت و فروشگاه پارسکنان خیلی به من توی این چند وقته لطف داشتن. تیمشون واقعا تیم با سابقه و مجربیه و از همه مهمتر این که معمولا خودشون جلوتر از مشتری پای میسن، یعنی قبل از مشتری سلامت محصول، اورجینال بودن محصول خیلی واسهشون با اهمیته و اینکه همیشه به من لطف داشتن، من رو کمک کردن، من رو ساپورت کردن. به خاطر همین جا داره که خیلی ازشون تشکر بکنم و اینکه میام واقعا توی فروش تجهیزات عکاسی و فیلم برداری یه در واقع سواد محصول بسیار کامل دارن از برندهای مختلف و خیلی با سابقه و قدیمی هستن. بریم سراغ آنباکس ویدیو میک انتیجی رود. اول بریم سراغ خود جعبه. مدل محصول رو گذاشتن، یه دونه در واقع دوربین، یه دونه میکروفون روی دوربینی هستش. این طرف اشاره کرده که میکروفون اپل‌ردی هستش. اپل‌ردی بودن به این مفهومه که سازگاری پیشبینی شده ای داره با در واقع محصولات اپل. این طرف تمام توضیحات رو نوشته به زبان‌های مختلف و رود یه کار خیلی خوبی که میکنه روی جعبه محصولات میزنه که توی جعبه چه چیزهایی وجود داره، که اینجا هم یه جورایی اسپویل کرده که توی جعبه چه چیزهایی وجود داره و همه ویژگی های محصول رو این طرف جعبه ذکر کرده که حالا با دونه دونه میریم سراغشون. اینجا یه دونه چسب داره که این چسب رو باز بکنیم. بعد که در جعبه رو باز کردیم، جعبه اصلی از این کاوره جوری کشوی میاد بیرون. باز دوباره روی جعبه اصلی هم دوباره همه اون توضیحات فقط به صورت سیاسفی ذکر شده. بریم سراغ در جعبه. فکر میکنم در اصلی جعبه این طرف باشه. موقعی که جعبه رو تکون میدادم همه چی توش تکون میخورد. بذارید یه شب دامش. فکر میکنم که همه چی از توش کاشیده باشه بیرون. دوست داری بیه بیرون؟ احساس میکنم که یه دونه گوستالن رو دارم از شکم مادرش میکشم بیرون. از این نمک ها که تو جعبه همه محصولات هست و نمک محصول رو رطوبت داخل جعبه رو خودش جذب میکنه و حتی روی همین هم آرد رود داره. خیلی جالبه. و خود میکروفون، این قسمتش اینجوری باز میشه، میکروفون رو کاملا اینجوری میاریم اینجوری. واو. خب این توی جعبش دیگه چی هست؟ یه دونه کابل میکروفون که صدا رو منتقل میکنه به دوربین و یه دونه کابل USB Type-C
برای شارژ و انتقال صدا به لپتاپ که خیلی با کیفیته، فکر میکنم طولش هم بوده 1 متر و توی این قسمت اصلی کاتالوگ کار میکروفون رود این رو میگیره قرار میگیره که دیگه باشون کاری نداره. خب این و این هم توضیحات کامل، یعنی یه توماره و توی این توماره با عکس تقریبا خیلی شفاف همه چی توضیح داده شده. مثلا عکس شماره 7 شما میتونید میکروفون رو با کابل USB وصل کنید به لپتاپ، مثلا واسه گرفتن پادکست میتونید هدفون وصل کنید و به مستقیم به میکروفون برای اینکه مانیتورینگ صدای خودت رو داشته باشی، مثلا میتونی صدا رو کنترل بکنی روی میکروفونت و حالا همه یه توضیحاتی که باید میداده و داده. این طرف هم دوباره یه سری توضیحات داده شده استپ بای استپ که چجوری میکروفونتون رو روی دوربین سوار بکنید. خیلی خوبه، یعنی اصلا این ابتکارش رو خیلی دوست داشتم. چقدر خوب اومده با یه سری اینفوگرافی بدون هیچ نوشته ای همه چیز رو خیلی شفاف توضیح داده. ممنونم ازت بود، تو بلا منازه یکی از بهترین میکروفون سازها برای صنعت تولید محتوا هستی. راضی بودم ازت. و بریم سراغ بررسی خود میکروفون. یه بار یه جورای دی‌اسمبلش بکنیم، اینجوری این در واقع بادگیر سر میکروفون هستش که روش برند رود خورده هر دو طرف اینجا رو میگیره. این یه میکروفون شاتگانه، این قسمتش یه دونه ریکوته، این ریکوته در واقع لرزش های دوربین رو توی حرکت یا که اگر دست چیزی بهش بخوره رو میگیره و این شکلی از ریکوتش جدا میشه. این خود ریکوتشه که حالا توضیحاتش رو بهتون میدم. یه دونه تگ روش بود با کش که من درش آوردم. خود میکروفون اصلی همینه، یه میکروفون شاتگان. و اینکه یکی از ویژگی‌های میکروفون‌های شاتگان باشه اینه که به صورت مستقیم در واقع صدا رو دریافت میکنه و صدای اطراف رو نمیگیره، یعنی کاملا کالیبره شده و فوکسش دقیقاً روی اون نقطه از صدا هستش که حالا داره صحبت میکنه یا در واقع میخوایم صدای اصلی رو بگیریم. خیلی وزنش وزن خوب و مناسبیه، خیلی سبک نیست. و این میکروفون اصلا اینکه چرا من گرفتمش دلیلش اینه که از تکنولوژی NTG استفاده میکنه. تکنولوژی NTG رو معمولا میکروفون های شاتگانی استفاده میکنن که خیلی دیگه حرفه‌ای هم کسایی که دارن فیلمسازی حرفه‌ای انجام میدن، مثلا در اصلا تو صنعت فیلم هستن، از میکروفون های شاتگان با تکنولوژی NTG استفاده میکنن. و خب این میکروفون در واقع یه ویژگی دیگه‌ای که داره این در واقع هایپرکاردیود بودن خود میکروفونه و یه صدای خیلی کریستاله، یه صدای خیلی شفاف برخلاف ویدیو قبلی من قراره بهمون بده. و خب این قسمت میکروفون تایپ سی هستش که شما هم میتونید میکروفون رو وصل کنید مستقیم به لپتاپتون، از نرم افزار خود رود استفاده بکنید و اونجا تنظیم صدا انجام بدید و حالا مثلا اگر کار پادکست انجام میدید اونجا صداتون رو ضبط بکنید و با همین پورت میتونید شارژش بکنید. یه دونه باتری بیلتین داره که این باتری بیلتین تا 30 ساعت طبق گفته خود رود روی جعبش، طبق ادعایی که رود میکنه، تا 30 ساعت جواب میده. این طرف پورت در واقع میکروفون رو داریم، میتونید دستش کنید مستقیم به پورت میکروفون دوربینتون، میتونید
یه پورت اینتگریتد میتونید هدفون بهش وصل بکنید و در واقع صدای خودتون رو مانیتور بکنید. اگر دارید از کسی فیلم برداری میکنید میکروفون روی دوربین هستش، میتونید در واقع صدایی که دارید میگیرید رو با این پورت از طریق هدفون بیاید و مانیتور بکنید. دکمه پاور رو داریم، در واقع دیوی های میکروفون تنظیم میشه و یه دونه اینجا گینر داره که میتونید تنظیم بکنید. عددش فکر میکنم تا 15 عددش تا 15 میره که شما میتونید تنظیمش بکنید و در واقع بهش بگید که در واقع ولوم میکروفون هستش و بگید که در واقع چقدر از صدا رو گین بکنه و دریافت بکنه. خیلی توضیح اضافه دیگه ای نداره غیر از این ریکوتی که اینجا وجود داره. این یکی از بهترین ریکوت هایی هستش که من روی میکروفون دیدم. یکی از بهترین هایی که نمیتونم بگم بهترین ریکوتی که روی میکروفون دیدم تا الان، در شبیه که یه کابل منیجر اینجا داره که کابلتون رو میتونید توی این بندازید و کابلات رو مدیریت کنید. از طرف دیگه زیر این قسمت ریکوت، این قسمتی که مانت میشه روی دوربین، این هاتشو یا کفشکی که بس میشه بالای دوربین، کاملا قابلیت حرکت داره و میتونید کاملا بالانسش بکنید روی سر دوربینتون. حالا کاری که میخوایم انجام بدیم، میکروفون رو روی دوربین من سوار میکنم و بعد داستان این که چرا میکروفون نمیخریدم رو تعریف میکنم. اگه دوست داشتید ادامه ویدیو ببینید. من برای همه سابسکرایبرام، حتی اونایی که فقط من سابسکرایب کردن، نوتیفیکیشن ویدیوهای من براشون میره ولی ویدیوهای من رو نگاه هم نمی کنن. ولی فقط همین که من سابسکرایب کرده باشن خیلی واسه من ارزش دارن. من چرا نباید صدای ویدیوم رو تقویت بکنم بعد از 1000 تا سابسکرایبر؟ شاید خیلی هم بگن که طرف مثلا دوربین 70-80 میلیون تومانی میاره آنباکس میکنه، تصویرش رو تقویت میکنه ولی صدا که توی یوتیوب از حتی تصویر هم مهمتر هستش رو تقویت نمیکنه. خب چرا این کار میکنه و چرا صداش رو تقویت نمیکنه؟ من خواستم دلیلش رو بهتون بگم و اون اینه که خب من مریضم، یه مریضی دارم و اون مریضی اینه که وقتی میخوام یه چیزی رو بخرم هی سعی میکنم جدیدترش، حتی واسه دوربین هم همین اتفاق افتاد و در نهایت این باعث میشه که شاید خیلی رو فکر کنن که اینجوریه. اولا که من بابت صدای همه ویدیوها ازتون عذرخواهی میکنم. توی ادوبی آدیشن همیشه سعی کردم که تقویتشون کنم، نویزشون رو بگیرم و سعی کنم مطلوب ترین صدا رو بدم، ولی خب معمولا دوربین ها هیچ کدوم میکروفون قابل قبولی ندارن. این از موضوع صدای ویدیو که از این ویدیو به بعد همه ویدیوها صداشون یه صدای کاملا شفاف و خوبه. اما بریم سراغ اینکه چرا این میکروفون رو گرفتم. این میکروفون حتی از رود وایرلس گو 2 هم گرونتره. این رو بهتون بگم. اگر چرا میکروفون یقه ای نگرفتی؟ به خاطر اینکه کاری که شاتگان میکنه نمیتونه یه میکروفون یقه ای بکنه. اگر اینجوری بودش یه جورایی توی فیلم برداری ها، توی سریال ها، توی فیلم های سینمایی هر طور شده یه دونه میکروفون یقه‌ای به اون بازیگر نصب میکردن و با میکروفون یقه‌ای این کار انجام میدادن. اصلا صدایی که شما با میکروفون شاتگان میگیرید به مراتب با کیفیت تر و با فاصله خیلی زیاد بهتر از میکروفون های یقه‌ایه، مگر اینکه میکروفون های یقه‌ای فوق تخصصی بگیرید که خب قیمتشون اصلا رنجش کاملا متفاوته. در مورد میکروفون های شاتگان هم همینطور. این میکروفون از ویدیو میک پرو پلاس
یعنی از همه اینها هم بهتره، هم گرونتره، هم جدیدتره. به خاطر همین منتظر یه همچین چیز همه چیز تمومی بودم. من معمولا موقعی که میخوام خرید بکنم اصلا پول کم نمیدم، یعنی این یه مورد رو در مورد خودم کاملا مطمئنم. آخر این ویدیو خیلی ازتون ممنونم که من رو حمایت میکنید، واقعا ازتون ممنونم، واقعا ممنونم که ویدیوهای من رو تماشا میکنید. دمتون گرم که چنل من رو سابسکرایب میکنید. آخر این ویدیو هم باز ازتون میخوام که اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد حتما چنل من رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی بدرود.